من امروز خبری شنفتم که خانم ایرن رودی که بزرگترین نقاش معاصر ما بود 3 روز در اثر سرطان درگذشته و عکس رو پیدا کردم با پوری بنایی و خانم بهبهانی. نامی ماندگار در هنر معاصر ایران، ایرن درودی، نقاش معاصر، استاد دانشگاه و منتقد هنری، 85 سال پیش در خانواده مرفه و سرشناس در مشهد به دنیا آمد. ایرن نوجوان در تهران دهه 20 و 30 به مدرسه و کلاس طراحی و نقاشی رفت و در 18 سالگی راهی فرانسه شد. در دانشکده هنرهای زیبای پاریس، آکادمی سلطنتی بروکسل و مدرسه لوور پاریس نقاشی و تاریخ هنر آموخت و با گنجینه ای از هنر و مهارت به میهن بازگشت. در مصاحبه‌ای که در سایت رسمی خانم درودی منتشر شده، او از این علاقه عمیق میگوید. فرهنگ مملکت ما با بار گذشته تاریخیش که همه چیز درش ریشه داره، میتونه با یه تجدید حیاتی، با یه بازنگری از ارزش‌ها بهره‌ها رو بگیره و اون چیزی که با زمانه ما هماهنگ نیست اونا رو کنار بذاره. ایرن درودی همزمان با نمایش آثارش در گالری‌های مختلف در دهه 40 خورشیدی برای آموزش فیلمسازی به نیویورک رفت و در بازگشت در تلویزیون تازه تأسیس شروع به کار کرد و حاصل کارش 80 فیلم مستند. تعصب و محدودیت ها چیزی است که در آدم‌ها من در سیاهی می‌بینمش. برای اینی که من هیچ نظمی رو نمی‌پذیرم وقتی که اون نظم مسئولش یک آدم متعصب باشه. آثار ایرن درودی که به سبک سورئالیسم نزدیک است در موزه های مختلف ایران و دنیا نگهداری می شوند. با همه فروتنی هنرمندانه، یکی از آرزوهای ایرن درودی تأسیس موزه‌ای به نامش و برای نگهداری آثارش در تهران بود که سالها برای آن تلاش کرد، اما در زمان زنده بودنش محقق نشد. این 3 نفر چقدر برای ایران عزیزن و چقدر خدمتگذاری کردن. من میدونم پوری شب و روزش در خدمت مردمه و با مردمش عشق میکنه، بهشون میرسه، با هر نوعی که تونسته کارهای خیری انجام داده. دمش گرم. پوری جان، بدون ما به تو افتخار میکنیم که تو خاکت با ملتت هستی و داری قدمای مثبتی رو برای مردم برمیداری. شما هم هنرمند بزرگی هستین، هم مادری بزرگ برای ایران، فرزندان ایران. قدر تو همه میدونن و از صمیم قلب همه عاشقتن و بهت احترام میذارن. پوری جان، یاد اون روزا میافتم که هر کاری باهات داشتم فوری میگفتی انجام میدم و در عرض 24 ساعت یا 48 ساعت کارامون به ثمر میرسید. اون موقعم واقعا در خدمت مردم بودی. من نمیذاشی امثال ماها زمین بخوریم چون غیرت داشتی، اصالت خانوادت مانند پدر خدا بیامرزت
که یه قهرمان زورخونه‌ای بود یادش بخیر که از اون به ارث بردی و شجاعت و قهرمانی تو تا الان از پدر داری زنده نگه داشتی. روح پدر شاد، یادش گرامی. الان کورش فخر ایران زمین، ز تو زاده شد نام ایران زمین، توی مایه لطف یزدان پاک، به ایران که دارد وجود به خاک. ز تو هر ستم کاری ویرانه شد، ز نامت به عالم شگفتانه شد. ز فر وجود تو ای مرد پاک، درفش ستم بر جهان چاک چاک. مرام بیش از این تا به وصف تو نیست، ز نام تو خوشتر بگو نام چیست. به امید روزای خوب بری جان برای تو و خانوادت دارم و ایشالله بتونم یه دیداری به امید خدا در ایران یا در هر جای دیگه داشته باشم و بشینیم با هم از گذشته صحبت کنیم و بدون که همیشه تو قلب ماهایی و ما کوچکتیم، مخلصتیم، تو شارعیم. به امید روزهای خوب تو هم با سلامتی برای شما و خانوادت دارم. به امید دیدار تا زمانهای آینده. قربانت برم، خداحافظی نمی کنم ولی به امید دیدار سعی می کنم تو قلبم روشن بشه که بتونم ببینم تو. شما لاقل به من شایده دید و لاقل به میلیون ها انسان، انسان های بارزی که ایرانیان ما هستن چه در ایران چه خارج از کشور، اسم شما هیچ وقت فراموش نخواهد شد. شما یکی از سرمایه های ملی مملکت ما و سینمای ایرانی است. من بسیار خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم و ما متاسفانه هنرمندهای تئاتر و سینما آواز نمیتونیم بخونیم، ولی از قلب سخن میگیم و بقیه قلب میشینه و من این افتخاریست برای من که با شما باشم و با دوستان، همکاران، هنرمندان، خوانندگان عزیزی که لطف کردن امشب همراه ما هستن اینجا که صدای خودمون رو به اوج ببریم و از چنین هنرمندی تشکر بکنیم برای تمام زحماتی که چه قبل از انقلاب و چه بعد کشیدن. دوستتون داریم، خوش آمدید به لس آنجلس و زنده باشید و نامتان جاوید. رفیق من سنگ صبور غم ها، به دیدن بیا که خیلی تنها. هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم. چقدر از اون مهربونی دیگم جانم.
زرفه برستای دیگه بده. چرا عزیزم من برای شما؟ نه به زرفه اینه. مطمئنی؟ برستای دیگه بده. مطمئنی؟ قربونت برم الان. جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی، پیر شدم پیر تو ای جوانی. اگر بیای همون جوری که بودی، کمی یارم حسود از حسودی، صدای سازم همه جا پر شده، هر کی شنیده از خودش بی خوده، هم خودم پر شدم از گلایه، هیچی ازم نمونده جز یه سایه، سایه ای که خالی از عشق و امید، همیشه محتاج به نور خورشید، همیشه محتاج به نور خورشید.